برای آخرین سوال، برای کسایی که واقعا عاشق آشپزی هستن، عشق آشپزی دارن، چه پیشنهادی داریم؟ چه توصیه ای داریم براشون؟ برای کسی که عشق آشپزی دارن، حالا چه میخواد توی خونه باشه آشپزیشون، چه میخوان تو برن مثلا حرفه این کار رو انجام بدن، من پیشنهادم اینه که آموزش ببینن، کارا رو اونطوری که باید انجام بدن و با عشق آشپزی کنن، پیشرفت کنن توی این قضیه. و خیلی هم که یه چیز خیلی مهم هم اینه که باید سرمایه گذاری کنن به خودشون، یعنی آموزش ببینن و همچنین نترسن که تست کنن و آزمایش کنن و خودشون هم چیزایی یاد بگیرن. اما خب مهمترین چیز اینه که بیس آشپزی رو بلد باشن، یعنی بتونن هم امنیت خودشون رو داشته باشن که وقت مثلا خودشون رو نسوزونن، دستشون رو نبرن، اینا خب یه چیزاییه که باید آموزش ببینن. و همچنین تکنیک های مختلف آموزش ببینن، تکنیک های مختلف رو یاد بگیرن، حالا چه میخواد کنفیت باشه، چه میخواد مثلا پخته غذا، چه میخواد کنفیت باشه، چه میخواد سوویت باشه، چه میخواد مثلا دیپ فرای باشه، تکنیک های مختلف آشپزی رو یاد بگیرن. چون تکنیک ها رو یاد بگیرن و یکم هم خودشون اگه مثلا سلیقه داشته باشن و عشق آشپزی داشته باشن، میتونن خیلی خوب پیشرفت کنن. ولی بیس آشپزی خیلی مهمه، چون خیلی من مثلا خیلی از آشپزا رو تو ایران میبینم که آموزش میدن، منتها مثلا روی تخته کار گوش خورد میکنن، بعد رو همون تخته کار میان سبزی خورد میکنن، خام میریزن تو یا کاهو خورد میکنن، سبزیجات خورد میکنن و سالادش میکنن. یه چیزیه که خیلی خطرناک میتونه باشه، یعنی باکتریای اون گوشت خام بره توی این سبزیجات و حتی به مرگ برسونه این انسانو.